در افغانستان رخ بده، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک است و گفتگوهای صلح هم جدا ادامه دارد. روی از این موضوعات بحث میکنیم و برای بحث بیشتر عبدالفرید سیلانی رئیس گروه مدافعین منافع ملی افغانستان امروز در برنامه صلح مهمان من هستند. آقای سیلانی خوش آمدید. آقای سیلانی، در نخست میخواهیم بپرسم که روند و گفتگوهای صلح را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی بخون که میرا پان سختن پس پسل نامه سلام تاسو 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 ټول قدرمنو لیدونکو ته. د افغانستان سلويخ کلن جګړې ته کچیرې داسې خاصه توجه وکړو، نو په دې پایلې باندې رسیږو چې د سولې پروسې او د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې دومره افغانې نه دي چې په دې دومره وختو کې باید وشي. خو موږ د سولې کلک ملاتړ یو او افغانان ټول سوله غواړي چې باید سوله وشي. نو ډېره خوشبیني په دې لرو چې موږ اوس دا د سولې کوم خبرې یا کوم پروسه چې روانه ده، نو دته موږ ډېره خوشبیني لرو. خوشبین لرو چې خدای وکړي چې دغه د سولې پروسه کامیاب شي او افغانان د تلپاتې سولې څښتن شي. بله، اما خوشبینی ها در کدام موارد؟ چون همه موارد تا فعلا به مردم افغانستان گنگ و تاریک است. مردم افغانستان اصلا در روشنایی صلح قرار نگرفتن و حکومت افغانستان هم گاه و ناگاه در تقابل با تصامیمی که آمریکا میگیره قرار میگیره و آقای رئیس جمهور میگه که به هیچ نوع فشار نمیتونه که با وجود سبب ازی شود که در افغانستان صلح بیاید. پس ما چگونه امیدوار باشیم که صلح در افغانستان میاید؟ ببینید، میخوایم که یک چیز توضیح عامیانه بدم. بفرمایید. اما با رقم چیزی که ما افغانا دستور داریم، زمانی اگر دو نفر با هم در تقابل باشند و بخواهند که به صلح به میز مذاکره نمیآیند و در زمانی که اردویشان به میز مذاکره حاضر میشن میآیند که میگن که ما مذاکره میکنیم، به هیچ خوشبینی در هیچ هست که اردوی طرف طرفین حاضر شدن. فرض مثال ما طرفین حاضر شدن آقای سیلانی، تا فعلا طالبان حاضر شده با حکومت افغانستان بشینن و نه حکومت افغانستان اجازه میده که سیاسیون و همچنان احزاب سیاسی برن با طالبان بشینن. بحث حکومت افغانستان کنار میمونه. بحث طالب حکومت افغانستان جز افغانستان نیست. ما میخوایم به مورد یکم توضیح بدیم، اجازه بدید. بحث حکومت افغانستان میمونیم. امی که طالب امروز حاضر شده که ما مذاکره میکنم، اگر فرض مثال این با عقد سعی کنیم، با عقد طالب باید که امریکا مذاکره کنه. طالب باید که امریکا، چرا که امریکا اونها میگن که امریکا امارات اسلامی ما را از بین برده و ما قانونی حکومت داشتیم، ما بیرق داشتیم، ما نظام داشتیم، ما سیستم داشتیم، امریکا آمد حکومت ما را از بین برد، ما امروز که امریکا مذاکره میکنیم. خب خدا بیارشانه بین اینا کتی امریکا مذاکره کنن، ما افغانا صلح کار داریم. ای که اگر طالب کتی امریکا مذاکره میکنه بر ما صلح میه، کتی حکومت افغانستان مذاکره میکنه بر ما صلح میه، کتی هر کسی که حکومت طالب مذاکره میکنه بر ما صلح میه، ما خواهان صلح هستیم. میبینین ما پیشتر میخواستم که ربطن بگیم که طالب امروز در میز مذاکره کتی امریکا ششت. بله، یک نقطه بسیار مهم است که طالب امروز در امریکا ششت. ما دفتر طالب در قطر به رسمیت شناختیم، امریکا دفتر طالب را در قطر به رسمیت شناختن. در زمان حکومت آقای کرزی اگر باید داشته باشین، طالب در قطر بیرق خود بالا کردن. آقای کرزی کسیشان چندان توافق نکرد، گفت که نه، ما بیرق خودتان شما بالا نکنین، شما به صفت یک گروه جنگی پیش شما هستین، شما گروه افراطی هستین، ما میخوایم که شما صلح کنیم. طالب ها بی لبیک نگفتن و تن ندادن و امروز در قطر ما که طالب ها میشینیم مستقیما. ببینید، سیاسیون افغانستان رفتن دمشق مسکو کتی طالب، امو کسایی که کتی طالب 14 سال جنگیده بودن، امو رئیس جمهوری که در افغانستان طالب برادر میخوان و هر روز در نظامش اونا انتحار و انفجار میکنن، طالب امر از اونا ششت. این یک خوشبینی بسیار کلان به مردم افغانستان است که طالب امروز در میز مذاکره. خب امی که در میز مذاکره اردوشان بین، ما شما امی یک انانه داریم در جرگه که دو نفر در صلح میاریم، باز یک نفرش هم خدا شخ میکنه که نه، ما قبول نمیکنم، او یک چیز امتیاز خود بالاتر بگیرن. امروز طالب هم به خاطر امتیازات بالاتر خود شخ گرفته که صلح میکنم، خب لیکن شرایط ما باید پذیرفته شوه. حکومت افغانستان هم میگن ما هم امرایت صلح میکنم، ولی شد اینجا دیگه یک امریکا یک نفر سیم است که تا جرگماری کنه و بتانه که ایار دو طرف با مشرایطی که صلح آمدنی است. طالب هم دیگه خسته شده، تا جایی که ما فکر میکنیم طالب هم دیگه توان جنگ نداره. اگر هر روز ما میم این طرف افغان ها کشته میشن، اون طرف هم افغان ها کشته طالب میشن. توان جنگ نداره یا ابرقدرت جهان آمریکا تضعیف شده و ضعیف شده و دیگر نمیخواد در افغانستان جنگ کنه و میلیاردها دلار در جنگ افغانستان به مصرف برسانه، در یک کشوری که دولتش نمیتونه درست مدیریت کنه، دولتش نمیتونه اقتصاد درست بیاره، دولتش نمیتونه که از جنگ در افغانستان نظارت درست داشته باشه و افغانستان هر روز در ویرانی و در بربادی روان است. اگر طرفین سعی کنیم، هر دو طرف توان جنگ ندارن. جنگ 18 سال جنگ شد، بسیار خسته کن جنگ شد. ده 18 سال
ایت نیست که طالب داعش شهید نداد، ایت نیست که طالب داعش مرده و زخمی و گپا داعش نداد. اگه این طرف در حکومت ما، در ما اردوی ملی و پلیسی ملی و یا ملت ما شهید میشه، هو طرف هم ملت ما شهید میشه، هو طرف هم ملت ما، هر دو طرف شهید شده. دیجا متضرر هستیم که ما افغان ها متضرر، ولی امریکا هم ایجا با گنده است. ای افغانستان خو یک خاک است که همیشه گفتیم که قبرستان ابوالقدرت ها است. ای هست. امریکا هم دیگه به تنگ شده. شما پیشتر در گزارشتان گفتیم که رژیم ترامپ هم گفته که ای یک مضحک است جنگ 18 ساله افغانستان، ولی هیچ نتیجه هم نمیده. طرفین هم هیچ معلوم نیست که اصلی گپ در کجاست. گپ در آیه سر اسلام است، سر کفر است، سر خاک است، سر آرازی است. گپ سر چی است؟ هیچ گپ معلوم نیست. ولی جنگ مسئله قضیه معلوم نباشه که جنگ بر سر چی است و صلح بر سر چی است، چگونه ما میتونیم که به صلح برسیم؟ تا بالا هنوز مشخص نیست. به گفته شما که طالبان به خاطر چی میجنگن، جنگ افغانستان به خاطر چی جریان داره، از حکومت افغانستان چی میخواین، حکومت افغانستان چرا ناکام است، چرا این جنگ طرفش مشخص نیست، تعریف مشخص از جنگ چرا وجود ندارد، دشمن افغانستان کی است، رابطش با کدام کشورها، کشورهای دوست کی هستند، کشورهایی که افغانستان تخریب میکنن کی هستند، چرا اینقدر نامعلوم و اینقدر گنگ این مسئله است؟ اگر ما متوجه باشیم 40 سال میشه که در افغانستان تقریبا جنگ است. در این 40 سال جنگ هم ما نفهمیدیم که چی گپ است. امروز مجاهدین زمان ابو مجاهدینه که می آمدن مکاتب ما را در می دادن، پانتونای ما را در دادن. امروز بچه مجاهدین آمده در پانتون امرای ما یک جشته درس می خوانند. پس ما برش بگیم خیلی جنگ سر چی بود که مکتب در می دادن؟ پس امی کسایی که امروز طالب نمیخواین در افغانستان سهیم شه، طالب نمیخواین بین در افغانستان نقش داشته باشه و حراس دارن که گویا دستوردهای 19 ساله ما از دست میره، فرق طالبان که امروز در جبهات هستن، در جنگ هستن، با امریکا میجنگن، با او مجاهدینی که با روسها میجنگیدن و در کوها بودن چی است؟ هیچ فرق نیست. ما در چندین بحثای خود و تحلیلای خود امی نقطه را ما هم گرفتیم. ما به بسیار مردم که خود دانسته و آگاه مسائل نظامی و جنگی افغانستان میگفتن، همین سوال شما را برشان مطرح کردیم که فرق بین طالب و مجاهد چیست. طالب هم از پاکستان حمایت میشد، او را 40 کشور حمایت میکنه، عمل نقدن، و طالب مجاهدین هم این همین مردم حمایت میکردن در مقابل حکومت افغانستان میجنگیدن. طالب هم امروز مکاتب ما را آتش میزد، مجاهدین هم یک وقت مکتب ما را آتش میزد. شما باید ندارین که روزانه 1000 مرمی مجاهدین در سر شهرات ما فایر میکردن. طالب خو امروز بازم خانه شهباد دمای یک دانه انتحاری برم روان میکنه، مجاهدین خود روزی بر ما 1000 مرمی راکت برم روان میکرد، نمیکرد. این ابی ملت نمیکشتن. صبح طالب هم خواد آمد خواد گفت که ما پشیمان هستیم، و یا فرد مثال جنگ افغانستان یک جنگ ناتمام است و هیچ هدف نداره. این جنگ ایدئولوژی است، این جنگ قدرت ابرقدرتای جهان است. افغانستان متضرر است. اگه او طرف طالب کشته میشه، اما اولاد ما کشته میشه. اگه این طرف اردو کشته میشه، اما اولاد ما کشته میشه. اگه آمریکا بم میپرته، همسر خانه ما میپرته. اگه طالب انتحار میکنه، همسر خانه ما میکنه. پس روز به روز افغان ها کشته میشه. هر روز ما تلف میتم. هر روز دیگه جنگ خون از افغان توده میشه. هشت مادر افغان میریزانه. پس هر روز ما کشته میشیم. هر روز جنگ خانه ما است. متضرر کی میشه؟ ما میشم. ولی جنگ بین امریکا، جنگ بین روسیه، جنگ بین ایران و پاکستان و دیگه قدرت های جهان دیگه در افغانستان است. ما به سیاسیون خود سرش صدا میکنم که از برای خدا ما هر روز ما تلف میتیم. کی میتیم؟ ببینیم، نه رهبر طالب بچهش کشته میشه، نه رهبر حکومت وحدت ملی را بچهش کشته میشه. اگر طالب هم می جنگه، ما واری غریب می جنگه. اگر در اردوی ملی هم می جنگه، غریب ما می جنگه. اگر امریکا بابا می پرده سرخانی، غریب ما می پرده. اگر انتحار هم بشه، سرخانی غریب ما می پرده. پس یکی است که با خون مظلوم ها معامله می کنه و نمی خواهی صلح در افغانستان بیاید. این کسایی است که منافع شخصی خود در منافع ملی می بینند. این نفرها، این اشخاص که شما نام می گیرین، در حکومت فعلی هم دارای صلاحیت و دارای وظایف است. در هر دو طرف است. در پیچیده بالکل بالکل این مردم در هر دو طرف است. هم اینا در رهبری طالب هستند و هم این مردم در حکومت افغانستان هستند و هم تکنوکرات های غربی هستند. این کسایی هستند که در افغانستان اگر صلح بخواین، اگر رهبرای ما صلح بخواین و اونا درک کنن که خون از افغان میریزه، هیچ وقت دیگه در افغانستان ما تقم نخواهیدیم، جنگم در افغانستان نخواهد شد و اونا نمیخواین. اونا نمیخواین. هر کس خوینا در بهترین مکان ششتن. امیال خودتان هم اطلاع دارین، رهبر حکومت وحدت ملی را رهبرش اولادش در کجاست؟ فامیله امی وزیرها، امی وکلا، امی مردم فامیلش در کجاست؟ رهبرای طالب و فامیلش در کجاست؟
خو اینا خود عملا نیستن. هو اگر هر بدبختی که میه سر بچه افغان میه. بله. پس شما هر دو طرف کسایی میدانین که در جنگ افغانستان منافع شخصی خود مطرح میسازن و بلکل. هر دو طرف میگن که موره ها هستن برای کشورهای بیرونی. پس وقتی هر دو طرف افغانیت اصلی خود نداشته باشن، استقلالیت خود نداشته باشن، چگونه اینا میتونن اگر نظام تشکیل شما باز وقت بگیم این نظام مشروعیت داره؟ خب ما دعا میکنیم، ما دعا میکنیم که خداوند در دل اینا رحم پرتازه و بخاطر درد این ملت و این مردم اینا بفهمن. خداوند اینا را اینقدر توان بده که درد ما را بدانن که افغانستان دگه خانه نیست که ما هر روز دهی بجنگیم. با میلیارد ها دلار پیدا کردن، این خاک نیمش سر روس فروخت، نیم سر امریکا فروخت، نیمش سر پاکستان و سر ایران فروخت، امیر احبارا فروختن، دیگه کسی خونه فروخت. خب ما خود تو خب امیال دیدیم میجا ششتیم، صبح که برامدیم این امیجا هستیم. ما این نظام هر کسی که به این وطن و به این مردم دل بسوزانه و خداوند بخیر این ملت باشه کامیاب شان کنه و یک صلح و سرتاسری در افغانستان بیاره. این رهبرایی را که شما تعریفش داشتین پیشتر در حرف قبلیتان، آیا میتونن به نمایندگی از کتله بزرگ مردم افغانستان از 35 میلیون نفر برن نمایندگی کنن و گفتگو کنن در امور صلح و منافع و حرف تمام مردم افغانستان رو جمع‌تر بسازن؟ یارا اگر نمیتونن الدیگه چاره‌ای نداریم. ما را که صلاحیت نمیتا توان و قدرت پیر فیلن پیش اینا قدرت است. ما برشان دعا میکنیم، دست به درگار پروردگار بالا میکنیم که خدای اینا را به صلح افدادلشان رحم پرده که اینا دگه دستر فروختن افغانستان یکم دل بسوزانن. اینا را خداوند دگه اق توان بده که دگه افغانستان از این بدبختی و از این پریشانی و از این فلاکت افغانستان مردم شه و این ملت اینا نجات بده. بله، آقای ترامپ گفته که جنگ 19 ساله افغانستان تاسف بار و در برخی موارد مسخره بوده. میخواییم که تعریف شما را داشته باشم، تأسف بار و مسخره، مسخرگیش در کجا بوده و تأسفش؟ اینا باید بگوین، باید بگوین که مسخره بود، یک رشخند بود، چون علی که ترامپ اگر مسخره بوده چرا ابرقدرت جهان میایه 19 سال در افغانستان جنگ میکنه، میلیاردها دلار مصرف میکنه و در آخر میگه که جنگ یک جنگ مسخره؟ اول خود ترامپ خودش یک آدم مسخره است که آمدن در افغانستان و در عراق خون مسلمان تو دادن. بله، اما همین آدم مسخری را که شما امروز میگین سبب شده سیاست هایش تا طالبا بیای به میز مذاکره. خب اینا ما از طالبا خواهش میکنیم که دیگه به فریب همسایه ها و به فریب استخبارات منطقه نرن. عین شکل یک چند روز پیش با نام سهیل خان، یک خبرنگار پاکستانی، اینا یک ویدیوی لایف آمدن و گفتن که در افغانستان هر زمانی که چیزی میشه مردم افغانا میگن که ما را پاکستان جنگ میندازه. او بسیار با یک کلام پشتو گفت، گفت تاسو چرگانی است چه تاسو مونږ په جنگ اچو ولی په جنگ این دیگه مرگ است برای برابرای ما. ای با کسای مرگ است که یک پاکستانی میگه راست میگه که ما شما رو جنگ میپرتم. امروز یک افغان ما صلاحیت هیر نداره که در میز مذاکره بیا یک حکومت و که مردم خود بشینه. ما چی توقع کنم از این مردم؟ ترامپ راست میگه، ما مسخره هستیم، سر ما رشخند زده رئیسن. هر روز که ما تو یکی دیگر کشته میشیم ما مسخره نیستیم، ما رشخند نیستیم. تو هم افغان، ما هم افغان، هر دوی ما میایم در افغان کشته میریم و ما میگفتم میگیم که ما کتی افغان ها نمیشینیم. بله، کتی کسایی نمیشینیم که از این ملت هست. چی بیان میکنه آقای سهیلانی؟ چرا آمریکا آمد میلیاردها دلار به مصرف رسان؟ آیا کشورهایی که رقیب آمریکاست اونا نمیگن که چرا شما اینقدر مصرف گزافه کردین در یک جنگی که خودتان او را مسخره مینامین، در یک جنگی که اصلا پایانش مشخص نیست و امروز صلحش هم بی نتیجه است؟ گاهی میرین به سوی انتخابات، آقای زلمه خلیلزاد میگه که آمادگی ها را برای انتخابات بگیرید، گاهی میگن که باید هر چی زودتر هیئت تعیین کنین و پیش از انتخابات باید گفتگوهای صلح مشخص شود. ببینین ناتو یک چند روز پیش اعلامیه صادر کرد که گفت که ما 40 سال در افغانستان با دوش امریکا جنگیدیم ولی امروز مذاکرات صلح که در افغانستان تحقق می‌یابه ما خبر نیستیم. فورا زلمه خلیزاد طرف اروپا یک سفر داشت، نمیفهم که ارتباط داشت، اینا امرشان ارتباط گرفتن، باز دبیر کل ناتو گفتن که نه، ما که امریکا ال مذاکرات صلح هستیم. اینا بین خود تقابل دارن، اینا بین خود گپ دارن، اینا باید ناتو از امریکا پرسان کنه که 17 سال یا 18 سال یا بالاتر از 19 سال ما در افغانستان جنگیدیم، دوش امریکا جنگیدیم، ولی امروز صلح همیشه و ناتو خبر نداره، امریکا خبر نداره. اینا یک بین خود باید یک تفاهم داشته باشن. از ناتو یاد کردن، نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو قرار است فردا پنجشنبه برگزار شود و مسئله افغانستان هم اجندای از این مسئله میتونه باشه. به نظرتون
چی گفتگوهای صورت خواهد گرفت در قبال افغانستان؟ ببینید ناتو یکی از شرکای جنگی در افغانستان بسیار قوی در افغانستان بود که آیا نقش ناتو در صلح ادمیست؟ بلکل 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 ناتو باید بخاطر که تمام جنگ در افغانستان ناتو استقلالیت خود داره یا فقط مهره آمریکاست؟ ببینید تقریبا در حدود 30% مصارف کل ناتو را امریکا میپردازه و جای شک نیست که امریکا سر ناتو یک چیز خاصی نداره. اما قبلا آقای خلیلزاد گفته بود که تصمیمی که نیروهای خارجی آمریکا بگیرن ناتو هم دنبال خب روی اینا 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 بین خود تفاهم به فکرم که شاید داشته باشن که میگن خب ولی من پیشتر برتون عرض کردم که ناتو یک صدای خود کشید که ما با صلح افغانستان هیچ خبر نیستیم، چرا که دکتر زلمه خلیلزاد با دیپلماتای آمریکایی در دوحه با طالبان تا 6 روز اول که اینا نشست داشتن ناتو خبر نبود، باز اینا رفتن ناتو را خبر کردن، امروز شاید به فردا که اینا کنفرانس میتن امو جزئیاتش باز روشن میشه. بله گفتگوهای صلح در حاشیه است یا در متن؟ میخوایم از شما بپرسم چون اکثریت مردم به این باور هستند که گفتگوهای صلح در این روزها پیچیده تر شده و سردرگم است. در متن است، در متن است. ما به این بر فکر هستم که انشاءالله در افغانستان صلح می آید. امریکا و تنگ شده، امریکا دیگه نمیتونه در افغانستان به میلیاردها دلار خود مصرف کنه، این مجبور و مکلف است که پروژه را از بین ببره. بله. اما اهداف استراتژیک خود چگونه میتونه در افغانستان تامین کنه؟ چون این برش خیلی مهم است. امریکا شاید در افغانستان 5-6 پایگاه نظامی خود داشته باشه. طالبان قبول میکنه ایره؟ خب ایره که قبول کردن نمی بود، اینا در پشت دروازه بند حتما که چون به تفاهم رسیدن. اما یکی از شروط طالبان می بود که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، وقتی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند پایگاه نظامیشون اونجا چی کنه؟ خب امی طالب یکقدر استقلال هم نداره، کمی چیزی را که بگویه امون پیشتر برات عرض کردم زمانی که میگه که من قبول ندارم، امون جرگه است، من قبول ندارم. طالب است که تمام کشورهای جهان وادار شدن تا همراهش بشینن مذاکره کنن و ادعا میکنن بدون شک در جغرافی افغانستان بدون شک در قدرت طالب هیچ گفتنی نداره. پس شما گفتید ضعیف است طالب؟ نه، در استقلالیت سخنرانی خود که گفتم که اقدار نه، سخنایی که میزنن از طرف کیست؟ سخنای حتما از طرف کسایی که اینا را تمویل میکنن. پاکستان، ایران، کدام کشور؟ هر همین کشورایی است، هم پاکستان است، هم ایران است، هم چین است، هم روسیه است. ببینید حکومت افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار مصرف جنگیش است، امی 2 میلیارد دلارش از پیشش میکشیم، امی 1 میلیارد دگر هم در مصرف دوزی وی طرف افکار خود میگیریم که مردمای ما این کارو میکنن. امی طالب هم 1 میلیارد دلار سالانه مصرف داشته خود بود، امی 1 میلیارد دلار سال طالب از کجا میشه؟ بله موارد افغانستان در دست طالبان است. اگر افغانستان در دست طالبان است بهترین منابع دولت در دست طالبان نیست فکر میکنید؟ اگر هر چیز پیششان است، یعنی مصارف جنگیش خواست، ولی ای هم نیست که طالب استقلالات خاص خود داشته باشه و طالب از خود بجنگه، هیچ امکان نداره، هیچ امکان نداره که قدرت های منطقه در پشتش نباشه. بله پس قدرت های منطقه میتونن که از طریق طالبا حرف هایشون و استراتژی هایشون در افغانستان بیارن بقبولن بدون شک. و فردا ما یک حکومت داشته باشیم که فرمانروا یا مهره یا بلیگوی کشورهای همسایه ما باشه. ببینید اگه ما صلح بخوایم و طالب بیایه به هر شکلی که بیایه، خب بیایه به خاطر که خونریزی بند میشه، باز بعد از اصول منافع ملی، ارزش های ملی ما زیر پاشه. ببینید ما اصول حنا میخوایم که منافع ملی ما زیر سوال بیایه. ببینید پیشتر شما یک اشاره دادین، بند سلما را چندین مرتبه میخواستن که انفجار بتن، از خاک ایران کسی نامد که بند سلما را بپرانه، ما و خودت واری اگر افغان تفنگ گرفته رفتن که بند سلما را از بین ببرن. بله. که یک منافع ملی هر شورشی کجا است؟ شورشی که پلان داره که بند سلما را از بین ببره، از بین ببره. انگیزه هر تفکر داره تفکر. آیا او میتونه دوش و دوش نیروهای امنیتی افغانستان سلا بگیره و از این اراضی دفاع کنه؟ ما اینم به می حرفتان می آمدن. ببینید اگر این رقم منافع ملی ما در خطر باشه، با هیچ وقت ما این صلح را نمیخوایم که منافع کشورهای همسایه بیاین و سر ما تحمیل کنن. ببینید حکومت افغانستان یک حکومت رسمی اما شمول و تقریبا در تمام جهان به رسمیت شناخته شده حکومت است. اگر طالب میگه که ما حکومت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسم و نمیم و صلح نمیکنم و اگر ما میم اردو از بین میره، پلیس ما را از بین میبره، نظام ما را، هیچ وقت افغانای قسم صلح نمیخواد. اما شما در حرفای اولتون در نخست گفتین که طالبان عقب جانب هستن که با این حکومت نمیشینن، اونا را امریکا شکست داد، اونا بیرق داشتن. من از حرفایشان گفتم که حق با جانب با ای هستن که اونا امروز در میز مذاکره کت امریکا ششتن. ببینید طالب احمد کت میز مذاکره کت امریکا ششت، امریکا ایرا وادار بسازه که کت حکومت افغانستان بشینه، دایرکت بشینه به طالب. کت حکومت افغانستان هیچ نما کدام چیزی نداره. طالب که طالبان اول شکست کرد از افغانستان بیرون کرد، آیا توان ازیرم دارن که فردا بلکن. امریکا طالبان بیاره پس در وقتی که در دوحه، وقتی که
دوها در 6 روز پیش دروازه بند حمله شان شش توان ایرم داره که باز دوباره بیاره و با طالب بیاره به حکومت افغانستان. جایگاه حکومتی که شما پیشتر برش مشروعیت دادین کجا شد؟ گفتم جاهای حکومتی که ما این حکومت حکومت مشروع است بیاره که توی حکومت مشروع اینا بشینن. این حکومت نمیخواد که با طالبان بشینه و مفاهمه کنه. حکومت در کجا گفته که ما نمیشینم؟ حتی حاضر نیست که هیئت خود بفرسته جمع نمایندایی که میرن در مسکو و در قطر. او برادر حکومت کی گفته؟ حکومت به هزارها بار صدا کرده، حکومت گفته او رئیس جمهور غنی که حوال در مراسم تعلیف خود با طالب صدا کرد که ما امرایتان صلح میکنیم. حوالین صدر رئیس جمهور غنی که تماس گرفتن صلح همه کردن نمیفرسته با طالبان. ببینید تا امریکا دمی اظهارات نو طالبان گفتن که اگر امریکایی حکومت افغانستان به صفت یک مذاکره کننده از تیم داکر خلیجات میان ما که چند مشکل نداریم. این با وقار به نظر شما از کدام جهت برن؟ از طرف حکومت برن یا از طرف به نظر ما که از هر طرفی که میرن صلح در افغانستان ما صلح میخواهیم. ما افغان ها صلح میخوایم. هزار طرفی که میرن به یک میزی بشینن و به افغان ها صلح بیارن. حکومت اراده داره برای صلح یا نه؟ بالکل حکومت ای اراده داره. پس حکومت چرا زد و بند میسازد؟ چرا روند پیچیده تر میسازد؟ ببینید تقابلش به خاطر چیست؟ حکومت هم منافع ملی را در نظر میگیرن. منافع ملی یا منافع شخصی؟ نه منافع ملی را در ببینید حکومت وحدت ملی را عمرش تقریبا 53-54 روز مانده. بعد از این 53-54 روز در انتخابات صورت میگیره، شاید رئیس جمهور غنی باز دوباره رئیس جمهور شوه یا نشوه ما با اوش گپ نمیزنیم، ولی حکومت و این نظام ما طرفداری حکومت و این نظام هستیم که این اراده را داره. کسایی در این حکومت هست که اراده را داره که صلح در افغانستان بیاید، کسایی هم هست در این حکومت که اونا دلشان به این جنگ میسوزه. من براتون گفتم که در هر دو طرف منافع مردم است، ولی در هر دو طرف هم کسایی است که دلشان به این ملت و به این مردم میسوزه که بده افغانستان صلح بیاید و باز بتونن اینا از به یک فضای آزاد بشینن و افغانا بشینن و سرنوشت خود تعیین کنن. آقای خلیلزاد هم با رئیس جمهور دیدارهایی داشته، با سران جهادی دیدارهایی داشته و دیروز هم آقای خلیلزاد با طالب با ارگ ریاست جمهوری و با چهره‌های سیاسی نشستند و روی موضوعات صلح گفتگو کردند. من از ذاتن روی کدام موضوعات اینا بحث میکنم؟ خب در کل روی موضوعات است، چون ما دیتیلز مکملش نداریم که اینا در به خاطر که نه مطبوعات یکی از نگرانی ها هم این است که چرا نمیخواین که دیتیلز خب و جزئیاتش با مردم بگیم. خب ما میقدر شلون نمیشیم که دفعتن بر ما بگوین صلح بخیر بیاین، اینا هم خوب مشوره کنن، خوب زده بنده خدا کنن، خوب امو هر وقت که ما امو در جریان اول برتان گفتم امی جرگی انانی افغان هم امی است، وقتی که زمانی که دو طرفین وادار به این میسازی باز امو کسی که جرگه میکنه خلیلزاد یک جرگه مار است، کسی که جرگه میکنه باز ای که طرفین هم میره تقریبا که طالب هم رفت تقریبا 6 روز 7 روز اینا 6 تن راپورش باز برد واشنگتن، میگه شاید اینا گپ زده باشن کشورهای منطقه هم در واشنگتن خواستن، از اون ما نفهمیدیم خبر نشدیم که چی گپ است. ایج امکان نداره که باز دیتیلز و اموجزیاتش بیرو فروکاست نکنه. ما امروز در افغانستان در حالت قرار داریم که افغانا صلح میخواین، ای که صلح را در پشت دروازه بند بر ما میارن، پشت دروازه اله میارن، ما صلح میخواییم، خدا بیارشانه بخیر صلح را جور کنه. صداقت خیلی مهم است. مردم افغانستان، حکومت افغانستان نگران ازی هستند که آمریکا باید صداقت خود نشان بده در بین دو در دو بینی که قرار داره، یک طرف حکومت افغانستان، یک طرف طالبان. امریکا چقدر تعهد صداقت داره و از حکومتی که 19 سال در اینجا حمایت داشته پشتیبانی میکنه یا طالبا؟ امریکا که مجبور نمی بود امی پروسه صلح را ایجاد نمیکرد. اگر امریکا میخواست که صلح کنه زمانی که طالب شکست خورد در افغانستان حکومت نو جور کرد و هم حکومت آمد، همون وقت طالب هم میخواست میگفت که شما هم عضو این مملکت هستی بیاین. امریکا هر اهداف خود که در این کشور داشت او را در 18 سال برآورده کرد و علی که امروز امریکا از افغانستان میره مجبور و مکلف است که بر افغانستان صلح بیاره باز بره. اگر اینمی قسم بانه خود جهان هم بر امریکا میگه که تو خیلی بخاطر چی رفتی؟ شما خود گفتیم که ما اتا قایده را از بین میبریم که برده نشده. شما خود گفتیم که ما کسایی که در افغانستان تورست هستن، کسایی که گروپ های افراطی هستن در افغانستان از بینش میبریم که شما نبردین. اگر که دگم تقویه شدن و امروز که 45 کشور اونا میجنگن، ولی اگر صبح امریکا بره خود تهدیدش به اروپا است، تهدیدش بر امریکا است. آقای سیلانی، امریکا در پی تحقق یافتن آبروی خود است که باید نریزه و او را حفظ داشته باشه در جنگ افغانستان. بالکل این صداقتش است. بله. این همین صداقتش است که باید این را پیش سوال بزن. این است که اگر طالبا به نحوی آوردشن در صلح افغانستان جنگ دوام پیدا کنه، این صلح چی درد مردم افغانستان دوام خب میکنه؟ جنگ باید دوام نکنه. صلح نمی صلح نمیره میگه که امنیت برقرار شود.
چی ضمانت وجود داره که آمریکا طالبان بیاره به میز مذاکره و جنگ ختم پیدا شه؟ خود هنوز خیلی معلوم نیست. خب پشت دروازه بند اینا گپ میزنن. اینمی اثر زده بنده حرفش سیاسی هم که روان است خو نمیاد. حکومت افغانستان هم تعهد میخواد. از امریکای نمی تعهد میخواد که چی تعهدی وجود داره که شما زمانی که طالب بیای و باز در افغانستان جنگ نیست. ببینید ما در افغانستان طالب میتونی تعهد بده به آمریکا و به دولت افغانستان که اگر ما به پروسه صلح اومدیم جنگ در افغانستان. ببینید ما یک سه روز صلح داشتیم. اگر باید دارین دید سه روز صلح داشتیم در تمام افغانستان. یکی از نوکری والای شفاخانه چسر بستر در 40 سال گذشته که تیر شده بود گفت اولین سه روز بود که در شفاخانه چسر بستر هیچ شهید نامد. یعنی عامل اصلی جنگ در افغانستان طالباس و گروه های القاعده و داعش مطرح نیست. هیچ مطرح نیست. ببینین در افغانستان انتحار میشه. جناب بارکزای صاحب در قندار شهید شد. طالب گفت ما ایران نزدیم. فرض مثال داعش هم گفت ما ایران نزدیم. هر تروریستی که گفتید ایران نزدیم. ببینید لاملش بیایه که معلوم کنیم. طالب بیایه که ما معلوم کنیم که در افغانستان کدام گروه های دیگه می جنگه که به نام طالب می جنگه. امروز که هر کسی که یک چیزی میکنه میگه به نام طالب می جنگه. امروز هر دل گروه تروریستی که می در افغانستان فعالیت میکنه به نام طالب می بیایه که طالب بیایه که ما بفهمیم که در افغانستان تروریست کیست. اینمی جب ما تضمین کده میتونیم که اگه زمان طالب به دکه یک قطره خون ما از افغان شاید ریخته نشه. رهبران سیاسی احزاب سیاسی افغانستان در این مقطع اساس چقدر باید دوش و دوش حکومت و یک هماهنگی را ایجاد کنند تا رسیدن به صلح؟ ببینین ما دکه چاره ای نداریم به جز اینمی که امیر رهبرای افغانستان بتانند که در افغانستان صلح را بیارن. اینا کسایی نیستن که اینا آدمای باشن که در ایج افغانستان اینا دخیل نیستن. در 40 سال جنگ افغانستان امیر رهبرا هستن. در 40 سال جنگ افغانستان هم از جناح چپ هم از جناح راست هم از تکنوکرات ها هم از کمونیست ها و از تمام رهبرای که در افغانستان هستند انمی کسایی هستند که در افغانستان اینا انمی 40 سال جنگ افغانستان دهش اینا دخیل هستند. این از انمی می خوام که خداوند سر اینا رحم کنه و اینا انمی جنگ خاتمه بیاره. بله قرار است نشست دوحه برگزار شه قطر و در او بیش از 200 نفر برن و با طالبان بشینن. به نظرتان این 200 نفر کیها خواهد بود و همچنان گزارش هایی وجود داره که گزینش از این طالبان میکنه؟ آیا به نظرتان نتیجه بخش خواهد بود؟ ببینین ما برتان در اوایل گفتم که صلح در افغانستان ما ملت هستیم. ملت صلح میخواهد. هر کسی که بنم 200 نفر نمایندگی از این ملت میکنه افغان است. اگه ما هم هستیم افغان هستم، اگه خودت هم هستی افغان هستی. اما گذشته از اینا همه گیش برای مردم افغانستان. علی که اینا گذشتهش ما چی میکنیم؟ ما برادر اگه صلح میارن خب برن اونجا مذاکره کنن. ما صلح را کار داریم. بر ما از درخت بیت میته ما سیب کار داریم. اگه از بیت میته از سیب میته ما حکومت افغانستان مخالف از ایناست. میگن اینا روند صلح پیچیده تر میسازن، نباید برن. ببینید حکومت افغانستان تا روز در این مورد هیچ کدام اعلامیه را صادر نکرده که گفته باشه که ما مخالف این مردم های هستیم. بله. مخالف این کسایی هستیم. در نشست مسکو گفتن که ما مخالف هستیم. در نشست مسکو کسایی که رفته بودن اگه حکومت افغانستان دخیل نبود خوب معلوم دار یک گپ خدا میگوید. باز هم همون چهره هاست یک تعدادشون زیادتر شد. یعنی اگه اینمی چهره هم بر ما صلح آورده بتانن و بر ما صلح بیارن ما ملت ما به نمایندگی از حکومت گپ نمیزنم. ما ملت هستم. ما به نمایندگی خود میگم اگر بر ما صلح میاره صلح حرامی مردم میارن بخیر بر ما صلح حرام بیارن. ممنون سپاسگزار هستیم. هست شما آقای عبدالفرید سیلانی رئیس گروه مدافعین منافع ملی افغانستان. تشکر. بیننده عزیز برنامه صلح همچنان در همین جا به پایان میرسد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
درود و وقت بخیر خدمت شما بیننده های خوب افغان بزنس. در مثلث فقر تا یک ساعت دیگر خدمت شما هستیم و در مورد مشکلات اقتصادی، فقر و چالش های حکم فرما بر مردم افغانستان صحبت میکنیم. میخوایم در این مورد صحبت بکنیم که بیشتر بهانه ها و بیشتر دلایلی که دولت مردان و حکومت دوران در چندین سال اخیر مبنی بر بلند نرفتن رشد اقتصادی مردم و نجات یافتن مردم از فقر بیان کردن، همین مسئله بوده که افغانستان صاحب امنیت نیست. افغانستان در درون افغانستان مداخلات و استخبارات بیرونی در اینجا به نوعی نقش داره و هیچگاهی نمیگذره که اگر ما بخوایم کار به منافع مردم افغانستان بخوایم انجام بدیم، متاسفانه موضوعات امنیتی و وضعیت وخیم امنیتی مانع اصلی و چالش اصلی میتونه به حساب بره و به همین دلیل است که مردم افغانستان سالهای متمادی است که با فقر دست و پنجه نرم میکنن و این فقر هم دامنه‌اش گسترده تر میگرده و مصیبت ها و چالش های دیگر را از قبیل مواد مخدر، روی آوردن به احتیاط و همچنان مهاجرت های بیرویه و حودت کنندگان داخلی را میتونه به نوعی به وجود بیاره. میخوایم در کل در برنامه نیم ساعت ابتدایی امروز مثلث فقر بدانیم که اگر ما صاحب امنیت خوب بشویم، اگر نهایتا همون گروهی که بیشتر